خداوند را سپاس گفتند و نام خدای قادر متعال را با سرود ستایش کردند. هر صبح از خداوند به خاطر رحمتش تشکر کنید و هر شب امانت او را به یاد آورید. او را با صدای را باب تار و به نغمه بربط بپرستید. ای خداوند، تو با کارهای خود مرا شاد کرده ای. به سبب آنچه که برایم انجام داده ای نغمه های شاد می خوانم. خداوندا، اعمال تو بسیار با عظمت و شگفت انگیز است. افکار تو بی نهایت عمیقند. با درود خدمت هموطنان عزیزمون، برنامه ما اینک برنامه زنده هستش، برنامه امید جاودان. هموطنان عزیز، که هر جمعه به وقت ایران ساعت 9 شب از شبکه محبت پخش میشد، ولی الان مدت ها است به خاطر این دوران قرنطینه که ما درش هستیم، فقط در استودیو خودمون این برنامه رو داریم در شبکه امید جاودان، که البته تکرار برنامه گذشته در شبکه محبت هست. به فیض خداوند در دو سه هفته آینده دوباره برنامه های زنده ما از شبکه محبت پخش خواهد شد. شبکه امید جاودان نیز شبکه اینترنتی هستش در حال حاضر، که شما عزیزان روی لینک ما میتونید از ایران مشاهده بفرمایید. به فیض خداوند داریم دعا میکنیم، همان گونه که قبلا نیز اعلام کردیم، عزیزان دست یاری از شما میخواهیم که بتوانید دست یاری رو به ما بدید. قبلا هم گفتیم، حالا میگیم، نیاز داریم به افرادی که بتونن دست یاری بدن. اون 300 نفری که گفتیم هنوز پابرجاست، یعنی ما ایستادیم با فیض خداوند که دستان شما رو داشته باشیم برای حمایت. هم به دوران قرنطینه خوردیم، متاسفانه نتوانستیم ادامه بدیم، و هم به خاطر اینکه حقیقتا متعهدین زیادی رو ما در این رابطه نداشتیم. پس این رو بدونیم، هر کدوم ما یه سهمی داریم. شما اگر سهمتو انجام بدی برای رسوندن خبر خوش نجات، شبکه امید جاودان خوشحال میشه که این دست رو به ما بدید تا با فیض خداوند روی ماهواره باشیم و از برنامه‌هایی که میتواند برای آگاهی، برای آزادی، برای آرامش، برای شادی، برای رسوندن خبر خوش در سرزمینمون ایران نیز هموطنانمون بهره بگیرن، و از اونجایی که این خواندگی رو من و خادمین داریم، در این مسیر داریم قدم برمی‌داریم که با فیض خدا به موفقیت‌ها برسیم و نام او که شایسته است رو جلال بدیم. خبر خوش بعدی ما این هستش که این یک شنبه به فیض خداوند کلیسای پرستندگان مسیح فعالیت‌های معمولی خودش رو خواهد داشت و هر یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر در خدمت شما هستیم. البته اگر عزیزان مایل هستن به کلاس‌های مطالعه کتاب مقدس و بررسی کتاب مقدس شرکت کنن، می توانید با ما تماس بگیرید و من شما رو به کلاس‌هایی که برادر عزیزمون امیر جان روی زوم هستن میتونم وصل کنم، اگرم برای یاسر عزیزم امکان پذیر هست در طول برنامه آگهی زوم ایشون رو بذارن، که عزیزان می توانید تماس بگیرید، یا با شما تلفن 818-716-4-0 با ما تماس بگیرید و ساعت 11:30 در از هر یک شنبه می توانید به کلاس هایی که برادرمون امیر دارن شرکت کنید و مطمئن باشید که باعث برکت، باعث آگاهی و باعث رشد روحانیتون میشه. یک ایماندار می باید همیشه
در این رشد باشه. به طور خاص عزیزان، اگر عضو یک کلیسا هستید، میباید با اون رویای کلیسا همراه باشید، هم قدم باشید. اگر عضویت در یک مینیستری دارید، به هر حال اطراف شما کلیسای فارسی زبان نیستش و یا کلیسایی نیست، لطفاً با یک مینیستری، با یک شعبان، با یک کشیش همراه باشید، چرا که خداوند معلمین و شعبانان رو مطابق نامه افسسیان باب 4 آیه 11، این خداست که شعبانان رو قرار داده، این خداست که معلمین رو قرار داده که بتوانید تعالیم درست رو از کلام خداوند در اون چارچوبی که توی اون کلیسا هست، برفرض کلیسای پرسنان مسیح در رابطه با آزادی ایران هم سخن میگه و شما خودتون رو اونجا برفرض نمیبینید، نمیگم این کار درست یا نادرستیه، اما میبینید انگار شما خودتون اونجا نمیبینید، یا کلیسای پرسنان مسیح در کنار فعالیتاش کمک میخواد بکنه به ترک معتادین، شما خودت اونجا نمی‌بینی، اما مینیستری هست، کلیسایی هستش که شما خودت اونجا می‌بینی، اونجا بیشتر دوست دارم بشارت بدم. پس در این رأی با انتخاب آزادی که ما داریم و همچنین با هدایتی که از خداوند میشیم، میباید بازم ما در کنار ایمانداران باشیم، در یک دلی، حالا در یک کلیساست، در یک مینیستری هستش، هموطنان عزیز ما که در ایران هستن خیلی ارتباطشون با شبکه های مسیحی هست و خود اون شبکه ها هم که مانند ما سازمان ونگارد پیس میکرز یک مینیستری هستش که این خدمات رو شروع کرده با فیض خداوند، تا داریم ادامه میدیم، تا اونجایی که جان در بدن داریم با فیض خدا ادامه میدیم، تا جایی که دیگه اراده خدا به نوع دیگه اگه بخواد در زندگی ما عمل کنه. پس خوشحال میشیم عزیزان روی سایت ما برید، سایت ما هست pwoc.church pwoc.church و اونجاشو به شما در از پنجرهای بسیاری رو نشون میده. اگر خواستید عضو سازمان پیشتازان صلح بشید که به فیض خود من در کناری که امروز در کنار هم هستیم، در آینده ایران، ایران آزاد، بتونیم برای مردم نیازمند، برای بچه های خیابانی، برای خانواده های بی سرپرست، زن های بی سرپرست و برای معتادین که میخوان ترک کنن و از اعتیاد آزاد بشن، اونجا ما دستی باشیم. و این رویاییست که خداوند حدود میشه گفت 17-18 سال هست به من داده و در کنار خادمین و رهبران کلیسا این رویا رو تا به امروز به اینجا پیش آوردیم، با تمام سختی ها، جنگ ها و مشکلات، اما با فیض خدا تا به امروز اینجا ما پیروز بودیم. اما از این به بعدم هر اتفاقی بیفته رضاییم به رضای خداوند، اما ادامه خواهیم داد. از شما میخواهیم که دست یاری رو به ما بدید برای این خدمت. اگرم مایل هستید به ما از نظر موقعیت هدایا و یا کمک مالی 10-1 بدید، هدایا بدید، بازم به این سایت اگر مراجعه بفرمایید میتوانید شما از کارتهای بانکیتون استفاده بفرمایید و مشروط برای اینکه مایل هستید برگاه‌های تکس رو نیز برای شما میفرستیم. خیلی از شبکه‌ها هستن هدایا رو توی شبکه‌هاشون اعلام میکنن کسایی که میدن، ما این کارو نمیکنیم به خاطر اینکه کلام خداوند میگه دست راست که کمک میکنه دست چپ متوجه نشد، مگه اینکه واقعا یه شخصی به ما بگه بعد از تو تلویزیون اعلام کنید من این کمک رو کردم، که اونم ما بد نمیدونیم، ولی خب خیلی‌ها کمک میکنن غیر مستقیم و نمیخوایم خدای نکرده دلگیری ایجاد بشه. ولی از همینجا از همه شما عزیزان که در سراسر جهان دست یاری دادید به ما و ما این شبکه رو داریم و با دست یاری مالی شماست ما داریم این هزینه رو میپردازیم عزیزان. پس احتیاج داریم به نیازهای مالیتون. این چراغی که روشن هستش به خاطر این هستش که اول اراده خدا و بعد امکاناتی که ایجاد شده، همونطور که چراغ خونه شما روشن هست پول برقش رو باید بدید، ما هم باید پول برقش رو بدیم، همونطور که تو اون خونه که هستی باید اجارش رو بدید شما یا پیمنتی رو بدید ما هم باید اینجا بدیم. پس زیر نظر سازمانی نیستیم، نیاز به کمک تو هموطن عزیزم داریم. $10، $50، $100، هر چقدر که در قلبتون هست میتوانید با شماره تلفن 818-716-4-0 تماس بگیرید و بتونیم با فیض خداوند این خدمت رو پیش ببریم. پس یک شنبه با ما باشید در کلیسای پرسنان مسیح ساعت 1 در پرستش و در کلام، و بیشتر سعی میکنیم چون مصادف است با عشای ربانی به یاد آوردن کار خداوند بیشتر دعا کنیم. پس خوشحالمون میکنید که اونجا شما رو ببینیم با رعایت تمام قوانین بهداشتی، تا
تا مبادا ویروس کرونا کسی رو تهدید بکنه. میریم و برمیگردیم. عزیزان با ما باشید، با دکتر سحاب عزیز هستیم. نسبت به نکاتی که این روزها میبینیم اشاره میشه، مسئله اینکه حکم اعدام آقای زم رو دادن به عنوان خبرنگاری که از ایران اومد بیرون و مخالفت خودش رو در برابر نظام اسلامی اعلام کرد، و همچنین عزیزانی که اعتراض کردند در آبان ماه سال 98، و همچنین اتفاقای اخیر که در تمام امور اقتصادی و آتش سوزی هایی که به وجود اومده در طول این ایام بشنویم از دکتر سحاب. با ما باشید، در طول برنامه نیز مهمانان دیگه ای رو خواهیم داشت. سلام و عرض ادب احترام به شما. من یه جوان هستم از اصفهان، دارم این پیام صوتی رو میفرستم. من از سن 16 سالگی تا 32 سالگی همش کار کردم و خیلی زحمت کشیدم و خیلی عرق ریختم، و متاسفانه من یک مشکلی که دارم، واقعا ما در ایران داریم زندگی میکنیم و واقعا داریم جوان ها زج دارن میکشن، از غم و قصه و گرونی و شرایط مالی، و اصلا واقعا دیگه من نمیدونم دیگه چجوری زندگی کنم. همه جوان ها دارن از بدبختی، بیچارگی، دربدری، از فقر، بیچارگی دارن خودکشی میکنن، دارن خودکشی میکنن. دیگه چقدر واقعا ظلم، چقدر ظلم. من از شما خواهش میکنم، شما که اونور آب هستین تو کشور خارج، شما اصلا درک ما رو میکنید؟ شما اصلا به فکر ما هستید؟ شما یه لحظه میتونید جای ما زندگی کنید؟ اگه تونستین دو روز زندگی کنید، من اسم رو معرض میکنم. خیلی شرایط ما بد است، خیلی خیلی. خواهش میکنم به پچه ما باشین، برای ما دعا کنین. اصلا ایران شادی نداره، همش غم و قصه، گرونی، بدبختی. یه چیزه بره که 40,000 تومن بودست شده 200,000 تومن. خواهش میکنم کمکمون بکنین. من یه جوان از اصفهان دارم این پیامه برای شما میفرستم. خواهش میکنم به داد ما جوان ها برسین، دیگه ما خسته شدیم با این وضعیت گرونی. نه کابلهی هست، نه شادی هست، نه کنسرتی هست، فقط صبح تا شب برای ما دارن روزه و عزاداری برای ما انداختن. خواهش میکنم شما یه لحظه نمیتونید جای ما باشید. من یه جوان زندگیم به بدبختی افتاده است، نمیتونم ازدواج کنم، هیچ دوستی هم ندارم، هیچ همزبونی ندارم. چقدر کار بکنم از صبح تا شب دل خوشی نداشته باشم؟ میرم بیشه این آخوندا میگم بابا ما جوونی میخوام ازدواج کنیم. میگه اگه مردی اون دنیا خدا بهت حروبه هشتی بهت میده، اما برای خودشون ببین چقدر زنسیغهی هست. اما برای ما جوونا خدا گذاشته است اون دنیا، ما شهبتمون رو چجوری کنترل بکنیم؟ چقدر کنترل بکنیم غریزه جنسیمون رو؟ الان جوونا اصلا دیگه ازدواج نمیتونن بکنن، 40 سالشون شده. چقدر خودکشی، چقدر شرمنده. اینا چه هم ازدواج کردن، شرمنده خانوم و بچه هاشون هستن به خاطر وضع گرونی. خواهش میکنم یه لحظه به فکر ما باشید. من میدونم کشور خارج خوشی هست، حالا یه مشکلاتی برای خودش هست، اما مثل ایران نیست. شما خودتون بچه دارین، پسر دارین، دختر دارین، مثل ما زندگی نمی کنید. من پدرم بازنشسته نانوا هست، ۱,500,000 تومن حقوق میگیره. به ۱,500,000 میشه زندگی کرد؟ منم که نمیتونم ازدواج کنم، رفتم تو سن 32 سالگی، متولد 67م. خواهش
خواهش میکنم یه لحظه به فکر ما جوانا باشید، خواهش میکنم، تمنا میکنم. خب ما هم انسان هستیم، ما هم مثل شما بشر هستیم. خواهش میکنم من از شما به فکر ما باشین، خواهش میکنم یه کاری برای ما جوانا بکنید، ما از این بدبختی نجاتمون بدیم. چقدر خودکشی، چقدر خودکشی، چقدر قرص افسردگی، چقدر مریضی. من یه جوان باید قرص افسردگی بخورم؟ واقعا چقدر، چقدر جوان ها باید فکر کنن شب چه میخوابن صبح دیگه بلند نشن به خاطر از فقر بیچارگی در بدری تو مملکت ایران؟ واقعا چرا؟ واقعا چرا؟ چرا خمینی ها اووادن توی ایران ما رو بدبختمون کردن؟ چرا؟ چرا واقعا؟ شکماشون اون روزا سی بود، به فکر ما جوونا نبودن؟ من متولد 67م. چرا واقعا؟ همش هم وعده آخوندا به ما میدن اون دنیا. چرا واقعا؟ من نمیدونم اون دنیا خیلی چی چیست، بعد چرا خدا ما رو آورد تو این دنیا اگه وعدش اون دنیاست؟ چرا؟ خواهش میکنم به فکر ما جوانا باشین، من دلم خیلی پرست، چقدر گریه کنم، چقدر با خدا خودم صحبت بکنم. من نمیدونم چرا این خدا سکوت کرده، چرا خدا کاری نمیکنه. من از شما خواهش میکنم یه کاری بکنین، این پیام منو به ترامپ بدین، به رئیس جمهور آمریکا بگید تو خدا یه کاری برای ما جوانا بکنن. ترامپ خواهش میکنم به فکر ما جوانا باشین، خواهش میکنم. ممنونم، تشکر میکنم از شما. به امیدی آرزوی پیروز ایران که اینا برن و ما جوانا بتونیم یه زندگی نفس بچشیم دعا میکنم. آمین آمین. ممنونم که اجازه دادی من باهاتون صحبت بکنم، تشکر، متشکرم، خدا نگهدار. با سپاس از اینکه با ما هستید عزیزان که روی فیسبوک هستن، این برنامه برنامه زنده است. تشویقتون میکنم همین الان شیر کنید با دیگر عزیزان. ما از قبل اعلام نکردیم برنامه امید جاودان رو که امروز برنامه خواهیم داشت، به خاطر اینکه قرار بود ما یه برنامه تست داشته باشیم با شبکه محبت که امروز به خاطر تعطیلی ایام که داریم نزدیک میشیم به 4th of July، روز جشن استقلال آمریکا، پس بنابراین موفق نشدیم. اما الان این برنامه زنده هستش، تشویقتون میکنم لطفاً این برنامه رو شیر کنید با دیگر عزیزان تا اونها هم بهره بگیرن و برکت بگیرن. با دکتر صاحب عزیز هستیم. قبل از اینکه دکتر صاحب عزیز رو داشته باشیم، فیلم کوتاهی رو نشون دادیم از یک جوان اصفهانی که از شرایط بد ایران میگفت و راحت حرف دلش رو زده و برای من فرستاده بود و با کسب اجازه از ایشون یاسر عزیز زحمت کشیدم و تصاویری گذاشتم و حتی به زبان انگلیسی گذاشتیم. از این رو عزیزانی که مایل هستن این فیلم رو داشته باشن، می توانید این کلیپ رو روی یوتیوب کشیش رسول حیدری بردارید و حتی بفرستید برای دوستان آمریکاییتون، بفرستید زبان کسایی که به زبان انگلیسی صحبت میکنن تسلط دارن بفرستید، چرا که در نهایتش داره به آقای پرزیدنت ترامپ هم نیز اشاره میکنه که به داد ما برسید. خواهش میکنم در این قسمت هم این دست همکاری رو بدید، آزاد هستید که از روی یوتیوب این کلیپ رو بردارید. مجدداً درود می‌فرستم خدمت آقای دکتر صحاب عزیز و سپاس از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. درود و عرض ادب و احترام خدمت شما، برادر رسول گرامی، آقای یاسر عزیز و همه بینندگان شبکه خانوادگی امید جاودان در هر کجای این گیتی پهناور که هستم، همینطور شبکه محبت. سپاس، سپاس از مهر شما. همون گونه که اون کلیپ رو نمیدونم تا موفق شدید شما ببینید یا نه آقای دکتر صحاب،
شاهد بر این هستیم که یک جوان با این همه آرزو و نیازهایی که خدا به او داده و چیزی بیشتر از اون که یک انسان نیاز داره نسبت وضعیت روحی، روانیش و احساسیش و همچنین موقعیت مالیش و جسمانیش، چیزی بالاتر از اون این جوان نخواستش. اما میبینیم چنین امکاناتی نیست و روز به روز داریم میبینیم شرایط اقتصادی کشور عزیز ما، مردم ما داره بدتر میشه به خاطر بیحکمتی و نابلدی دولتمندان ما در ایران. دولتمندان ما که نیستن البته، دولتمندان نظام اسلامی در ایران. خوشحال میشیم در این رابطه از شما بشنویم. تشکر میکنم از سوال بجا و زیباتون برادر رسول عزیز. ببینید، دولت ایران کاری که داره میکنه اینه که به فکر امت اسلامیه، به فکر هلال شیعه است، اما به فکر مردم ایران نیست. بله، مردمی که الان دارن با دلار 20,000 تومان زندگی میکنن، در حالی که حقوق اداره کار 1,890,000 تومان. بله، یعنی 10 ماه و نیم یک کارگر باید کار کنه تا $1,000 کسب کنه با حقوق اداره کاری. درست. چیز جالب اینجاست که خط فقر توسط مجله اقتصاد در تهران 9 میلیون، در شهرستان ها 6 میلیونه. خود دولت هم میگه در تهران حدود 5 میلیون آقای اتفاق دانگیری قبول داره، ولی خب مردم که این درآمد رو ندارن. بله. در خود آمریکا که شما داری زندگی میکنید، یه کارگر که در مکدونالد سیب زمینی پوست میکنه و تو والمارت کار میکنه، یه کار غیر تخصصی، داره ساعتی $12 میگیره، یعنی روزی $100 داره. بله. حالا شما نگاه کنید، یه کارگر ایرانی آرزوش اینه ماهی $100 داشته باشه. این چیزی که جمهوری اسلامی برمقام آورده. همین امروز که داریم با شما صحبت میکنیم، در این 24 ساعت یک حمله گسترده پهپادی کردن روسیه به عربستان. چرا باید خرج این همه جنگ توی عراق، سوریه، لبنان، حتی افغانستان و یمن رو مردم ایران بده؟ آخه به ما چه ربطی داره؟ دقیقاً. واقعیت اینجاست، ادامه ی رژیم آخوندی اگر براندازی صورت نگیره باعث قحطی میشه. این قحطی بزرگ زمان احمد شاه. درست. مردم به فقر و فلاکت کشیده. در خدمت شما هست. خواهش می‌کنم، خدمت از ماست. پس بنابراین گویا هموطنان عزیز ما هیچ راهی دکتر صاحب عزیز نخواهند داشت غیر از این که در برابر این نظام بیستن و حرکتی رو انجام بدن که بتونه حرکت حکیمانه باشه برای سرنگونی کامل این نظام اسلامی. اما خب ما در آبان ماه 98 درست شاهد بر این بودیم که حرکت بزرگی که هموطنان عزیز ما انجام دادن، گذشته از چند هزار نفری که زندان شدن، کشته شدن، هنوز سعی و تلاش میکنه نظام اسلامی مخالفین خودش رو بکشه و با توجه به اینکه اون سه جوانی که حتما در جریان هستید، آقای امیر حسین مرادی و همچنین آقای سعید تمجیدی و همچنین محمد رجبی و در کنار این آقای روح الله زم نیز که مدتی خارج از ایران بود و تحت فعالیت‌های خبرنگاری که انجام داد در طول ایام، به هر حال ایشون رو بودن و یکی از افتخارات بزرگ این نظام تروریستی هستش، نظام دزد جمهوری اسلامی هستش که روح الله زم رو دزدید و برد و گویا که حکم ایشون هم الان اعدام هستش در کنار دیگر عزیزان که اینا افرادی هستن افشا شدن. سپاسگزار میشم اگر خبر تازه‌ای در این رابطه داریم و اینکه چگونه میشه در برابر این موقعیت‌ها ایستادگی کنن مردم، از شما بشنویم. ببینید، این سه نفر که فرمودید قسمتی از افراد هستن که اسمشون معرفی شده: آقای امیرحسین مرادی، جناب آقای سعید تمجیدی، جناب آقای محمد رجبی. بله، اینا برای حوادث آبان 98 بود و همینطور آقای روح الله زم. اما هفته پیش جمعه در نماز جمعه اصفهان 8 نفر دیگه هم حکم اعدامشون قرائت شد. البته اینو هنوز دادگاه تجدید نظر تایید نکرد. بله. برای اتفاقاتی که در آبان 98 در اصفهان افتاده. بله. این همه جوان رو دارن اعدام میکنن به جرم حق طلبی. درست. قیمت بنزین 24 آبان ظرف 90 دقیقه 300% رشد داشته.
مردم حق خواهی میکنن، چه اقتصادی چه سیاسی، بله. شاید سیاسیش مهمتر باشه. و جواب اونها چیه؟ تناب دام. آقای متاسف. روح‌الله عظم همه میشناسید، من نمیخوام له یا علیه شخصیتشون صحبت کنم، اما در داخل خاک عراق روبوده شد آقای دانیال زاده، حالا بدهی اقتصادی داشتن، از داخل خاک امارات هدایت شد به داخل خاک ایران، حالا آدم ربایی دیگه. بله. آقای مسعود مولوی پارسال در ترکیه کشته شد. بله. در خیابون شیشلی استانبول 11 تا گوله به سر انگیر گیره خلاصم تو سرش زدن. واقعیت اینجاست که این آدم هایی که ما فقط میشناسیم. متاسفانه دولت ایران با کشورهای همسایه قرارداد استرداد داره و با همین قرارداد استرداد از ترکیه، از امارات، از عمان، حتی از بحرین و قطر و عربستان کسانی که بازداشت میشن رو به عنوان کسی که کار سیاسی کرده حتی اقتصادی ها رو نه بر ضد امنیت ملی ایران بازداشت میکنه. این خیلی خطرناکه. اگر قرار باشه افرادی که به کشورهای همسایه ایران میان ترور بشن، بازداشت بشن و توسط وزارت اطلاعات یا سپاه به داخل خاک ایران هدایت بشن، این که نمیشه که. مسلم. من مطمئنم که سرنوشت شومی در انتظار آقای زم هست. امیدوارم ایشون اعدام نشن، ولی حتی اگه اعدامشون هم نکنن ایشون تو زندان نگه میدارن. مسلم. چه خبر این موضوع رو که الان 9 ماه زیر شکنجه است. عکسای قبلی آقای زم رو ببینید. بله. ایشون حداقل 25 کیلو وزنش کم شده. طبیعی. من خودم در زندان ایران بودم. بله. من در زندان‌های ایران بودم. من طرز برخورد سپاه رو دیدم. خیلی که به شما احترام بذارن اصلا نزنن شما رو، در داخل یه سلول انفرادی به سر میبرید روزی 23 ساعت و 40 دقیقه، یعنی اگه خیلی لطف کنن روزی 20 دقیقه به شما هواخوری میدن. 23 ساعت و 40 دقیقه داخل یه اتاق دو درسه، در حقیقت دو نیم درسه و نیم عدد. شما اصلا کنید این کار رو با یه انسان انجام میدن، حالا اگر کتکش نزنن، اگه تحت فشار نباشه، وکیلی هم که بهش ندادن، وکیل تسخیریه، اون وکیلی هم که در اختیار آقای زم قرار گرفته اعتراض کرده، میگه حتی یک بار ما آقای زم تنها نبوده، همیشه ماموران سپاه اونجا بودن. خب این چه طرز محاکمه کردنه؟ آقای روح الله زم یک کار رسانه‌ای انجام میداد، گزارش انجام میداد، تحلیل خبر انجام میداد، شاید خبرنگار رسانه‌ای بود. ایشون کجا بمب و موشک سفارش دادن؟ این چیزا خنده داره که یه موشک نشون بده زیرش فتیله است ولی با این می‌خواستن به پایگاه سپاه حمله کنن. این اصلا منطقی نیست. باشه، من فکر میکنم جمهوری اسلامی ایران در فاز آخر هست. میگن همه انقلاب‌ها سه فاز دارن. جمهوری اسلامی ایران داره به فاز 3 نزدیک میشه. آمین. و در این فاز خشونت گسترده میشه برای زدن مخالفین. آمین. مردم رو میخوان مردم کنن ولی میشه. همین شعار نویسی هایی که امروز داریم خدمت شما، کسانی که دوست داشتن شبکه زیبای امید جاودان رو خواهش. انجام دادن، آرم شبکه امید جاودان داخلش دیده میشه. بله. دوست ما آقای کامران و یارانشون هست. این همه جوان هستن. بله. جوانان دانشجوی ایران هستن. خداشون برکت بده. یک آینده زیبا رو در نابودی و براندازی رژیم میبینه. نمیخوان جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشه. چرا؟ چون بقای این نظام، بقای این رژیم، بقای کشور ایران رو داره به خطر میندازه. دقیقا. امروز یک کیلو گوشت قرمز آرزوی یه خانواده ایران کرده. بله. گوشت قرمز مارکدار در سال 1357 پاییز با مارک آمریکایی 11 تومن بود، یعنی 110 ریال. برام. امروز در ایران اینو فرزندم به من گفته، اینو برام. خواهرم به من گفته، همین امروز تهران رو دارم میگم، یک کیلو گوشت گوسفندی 140,000 تومن، یک کیلو گوشت گاو گوساله 120,000 تومن، مردم چجوری ارتزاق کنند؟ تخم‌مرغ 1,000 تومن چطوری ممکنه یه خانواده فقط املت بخوره؟ اون روزی یه وعده بل. این اونو تخم‌مرغ بارسرخ کرده. تورم 250% داریم. امسال آقای حسن روحانی میگه باید به فکر بودجه بدون نفت باشیم. خب من از دوستان سوال میکنم، بدون نفت ما چی صادر میکنیم؟ خب نفت صادر نکنیم یعنی گاز و پتروشیمی هم که نمیتونیم صادر کنیم. درست. خب چی صادر میکنیم؟ براب. مگه با سوسیس میوه یا خشک شده یا زعفران که اونم مال بخشیه یا مالیات از یک کشور ورشکسته میشه اقتصاد رو اداره کرد؟ این بهشتی بود که آقای خمینی به مردم وعده داد؟
انقلابی که اولین سخنرانی آقای خمینی از گورستان شروع بشه، از بهشت زهرا تکلیفش مشخصه. واقعا این تورم رو در کجا دیدید که از سال 57 بهمن میشه 1979 فوریه تا الان که فردا استقلال آمریکا سی به 4 جولای بله 2020 41 سال گذشته، ارزش پول ایران 3000 بار سقوط کرده. بله این وحشتناکه. ایران از نظر سرمایه گذاری، چیزی که صندوق پول اعتبار میگه، بانک جهانی میگه، 5 منفی هستش، یعنی 5 درجه منفی، یعنی ایران از افغانستان ریسک سرمایه گذاریش بدتره. یعنی میگه اگر رفتی تو افغانستان سرمایه گذاری کردید باز شرایطش از ایران بهتره. در انتهای جدول سرمایه گذاری یکی ایرانه، یکی سوریه است، یکی یمنه، یکی زیمبابوه و در آخر ونزوئلا. مردم ایران چگونه زندگی کنند وقتی رژیم میخواد از سال 1399 با مالیات کشور رو اداره کنه؟ دقیقاً. مردم باید خرج رژیم رو بدن. آیا این درسته که مردم خرج 4 تا جنگ بزرگ رو بدن در یمن، درگیری های سوریه و لبنان و افغانستان، حالا عراق به یه صلحی رسید، افغانستان کم جنگی، مردم باید خرج طالبان رو بدن، مردم باید خرج روسیه و یمن رو بدن، مردمی که از زور گرسنگی کلیه فروشی میکنن. آقای قالیباف 4 روز پیش گفت در تهران پدیده به وجود اومده به نام پشت بام کرایه دادن. بله طرف نمیتونه خونه کرایه کنه، میره رو پشت بام خونه یکی دیگه چادر میزنه، اون 4000 تومان میده. این چیزها اصلا در ایران نبود. بله وقتی سال 57 اون شورش انجام شد به مردم گفتن خانه مجانی. امروز گورخوابی داریم در ایران، مردم ما دارن از گرسنگی میمیرند. این فاجعه است. به عنوان دکتر دارم خدمتتون میگم، خواهش کنم، 95 90 تا 95 درصد مردم ایران، منظورم خانم های ایرانی ها، نه همه مردم ایران، 90 تا 95 درصد خانم های ایران فقر آهن دارن، یعنی فقر آهن. بله. چرا؟ چون گوشت قرمز و داروهایی که برای درمان بیماری های کاهش آهن خون، هموگلوبین هماتوپوئتیک استفاده میشه، در ایران وجود نداره. بله. پس گروه مردم گوشت قرمز رو آرزو دارن. ناراحتتون کردم کش رسول. نه خواهش میکنم. این که میبینم جوانای ایرانی شعار نویسی میکنن، فریاد میزنن بگو برگرد شاه، به قانون اساسی مشروطه و به دموکراسی سکولار پایبندن، ما رو خوشحال میکنه. بس. این آینده ماست با فیض خدا. خواهش کنم. حقیقتا حالا ما در طول این ایام دوران قرنطینه تمام سعی و تلاشمون بود که تعالیمی که از کلام خدا هست، به طور خاص خود من و همچنین معلمین کلیسا و عزیزانی که کلیسا رو پیگیری میکنن، این باشه که اعضای کلیسا و همچنین بینندگان شبکه امید جاودان و همچنین روی دنیای مجازیمون مانند اینستاگرام، فیسبوک، یوتیوب، ما همیشه این پیام امید و شادی رو بدیم. اما یک حقیقت یا یک واقعیت تلخی وجود داره، این هست که هر خبری که از ایران میاد به ندرت ما میتونیم ازش یک خبر شاد بگیریم، یک خبری که ما رو هپی کنه، آرامش به ما بده، امیدی رو ببینیم داره ایجاد میشه. به خاطر تمام به خاطر این هستش که نظام اسلامی حاکم هستش و با زور و اجبار، با رعب و وحشت داره دست به اعمالی میزنه که مردم ما رو برنجونه و تحت اون افکار پلیدانه خودش قرار بده. اما در کنار همه شرایط ما یکباره میشنویم که خبرهای میاد که توی ایران چقدر آتش سوزی شده، جنگل ها آتش گرفتن، ساختمان ها آتش میگیرن، کلینیک ها آتش میگیرن، بیمارستان ها آسیب میخورن. و این خبر اخیرم که حتما در جریان هستید، انفجاری که در پارچین انجام شد رو شنیدیم. این خبرها چه پیامی رو داره به ما میده؟ آیا این از طرف مخالفین هستش؟ آیا از طرف نظام اسلامی برای اینکه دوباره افکار مردم رو متمرکز یک موقعیت دیگه بکنه؟ این سوالی هست که هم من دارم، هم میدونم که بینندگانمون خواهند داشت. سپاسگزارم در این رابطه هم صحبت بفرمایید. ممنون از شما پیش‌رسول عزیز. خب آتش سوزی ها در جنگل ها معمولا رژیم ایران میگه اینها اتفاقاتی که در تابستان میفته، گرچه حدش از حد از اندازه نرمال خیلی بیشتره. درست. اما وقتی که پنج شنبه ساعت 11:30 شب
پنجشنبه 5 تیر، یعنی 8 روز پیش. بله. نازنین 12 شب بود، فردا جمعه 6 تیر بود. یک انفجار عظیم در شرق تهران دیده شد. درست. در منطقه پارچین یا همون اون ورش منطقه خوجی، اگر دقت کنی یه منطقه نظامی. درست. یک انفجار عظیم دیده شد که یک دود مهیب تا فرداش ادامه داشت و همون شب یک آتش زرد مایل به نارنجی کل اون محوطه رو فرا گرفت. خب گزارش های شد که اینها تونل هایی بودن که سپاه درش موشک های بالستیک خودش رو تنظیم میکرد. انفجار در قسمت سرهای جنگی بوده. خب اینا تایید نشده است، چون کسی که نمیتونه بر اونجا رو ببینه، گرچه عکس هایی که از شبکه پرس فرستاده بود از سوختن گسترده زمین حکایت میکنه. من عکس ها الان میذارم. ولی چیزی که بود، جمهوری اسلامی جمعه فردا یکی از سرداران سپاه رو به نام سرهنگ پاسدار داوود عبدی فرستاد که ایشون سابقه کار با قرارگاه اطلاعاتی سرالله سپاه رو دارن. درست. و گفت 3 تا مخزن گاز هر کدوم 50,000 لیتر گاز منفجر شده. یکی اول منفجر شده با آتش بگه مخازن 2 و 3. یه فیلم هم ازش گذاشت که خیلی خنده‌دار بود. در حالی که چند ساعت آتش سوزی رخ داده بود که از 10 کیلومتر برتر دیده میشد، سقف کالبد فلزی ایرانیتی هنوز ور نشده بود. بله. و قسمت عمده، یعنی 80% این کپسول های 50,000 لیتری 50 متر مکعبی 50,000 لیتری آسیب ندیده بود. مشخص بود که این دروغی بود که سپاه میگفت. در منطقه حمامک یه روستایی هست به نام نیک، در اونجا از همون لحظات اول انفجار سپاه و آمبولانس های هلال احمر اومدن جلوی خروج مردم رو گرفتن، برق رو قطع کردن و هر گونه ارتباط مردمی رو خفه کردن تا بتونن به اون منطقه رسیدگی کنن. چیزی که گزارش شده فقط اون انفجار نبود، 3 روز پیش هم اگر دقت کنید، 2 روز و نیم پیش اگر دقت کنید، یه انفجار در نتنز، در سایت انرژی اتمی نتنز 270 کیلومتری تهران، جنوب تهران، در جاده کاشان به سمت اصفهان، شهر نتنز در استان اصفهان، اونجا هم یک انفجار مهیب رخ داد که فرماندار شهر نتنز گفتن که این آتش سوزی بوده و کسی کشته نشده. البته خب حرفای زیادی هست که میگه اسرائیل بوده، نمیدونم اینا. خب این هنوز تایید نشده و بعد منتظر مدارک که مستدل باشیم. اما استاندار اصفهان و بعد نماینده شورای تامین استان گفتن که این یکی از سوله هایی بوده که در اون پادگان مانند میدونیم مرکز حفاظت شده از این سوله ها. بله بله. آتش سوزی رخ داده، کسی کشته نشده. اما رو که بگم اگر کسی هم کشته شده بود، اینها به کسی نمیگفتن. مسلم. در چندین سال پیش انفجاری رخ داد در منطقه بیگانه پادگان ملارد که تهرانی مقدم فرمانده سایت های موشکی سپاه کشته شد و خیلی از اعضای دیگه شد. هرگز سپاه دلیل انفجار رو مشخص نکرد، فقط گفته بود یکی از سوله های مواد منفجره آتش گرفته. سپاه عموما جواب نمیده، پاسخگو نیست. حالا نمیدونیم حمله سایبری بوده، چی بوده، اینا هنوز دلیلش مشخص نیست. شاید بعد از آزادی ایران نیاز به مدت‌ها واکاوی هست تا ببینیم اینا اصلا چه بلایی سر مردم آوردن. آیا کارهایی که انجام دادن در نتنز یا در تهران برای سلامت عمومی خطری داشته نداشته؟ امیدوارم که مردم آسیبی نبینن. در خدمت شما. خواهش می‌کنم. با فیض خداوند، با سپاس از تمام مطالبی که فرمودید، به خاطر محدود بودن وقتمون خیلی دوست داریم بیشتر از این در خدمت شما باشیم. دکتر صاحب عزیزم که همیشه نظر لطف رو روی شبکه امید جاودان دارید، اگر مطلبی دارید خوشحال میشیم در این 1-2 دقیقه از شما بشنویم. سپاس بازم از این که با ما بودید. بفرمایید. خواهش می‌کنم. من می‌خواستم یه مطلب به بینندگان بگم که ما رو سابسکرایب می‌کنن. ببینید، چون دوستان داخل ایران از فیلترش سکن استفاده می‌کنن، یوتیوب یک اشتباهی که انجام میده اینه که وقتی فرد از فیلتر شکن استفاده میکنه، مثلا 10,000 نفر 50,000 نفر از یه فیلتر شکن حساب استفاده میکنن، آی پی آدرس همه رو یک دونه حساب میکنه. یعنی فقط اون فیلتر شکن رو به حساب میاره. یعنی به جای اینکه فکر کنه 50,000 نفر 10,000 نفر 2,000 نفر 500 نفر یه مطلب رو دارن سابسکرایب میکنن، فکر میکنه از طریق فیلتر شکن چند بار یک سازمان یا یک سازه داره تکرار میکنه. بله. پس دوستان دقت کنن، حتما شبکه امین جاودان رو سابسکرایب کنن. تشکر میکنم از گروه هایی که در مجازی
لطف دارم به شبکه امید جاودان. از گارد شاهنشاهی ایران پرقدرت‌ترین سامانه پادشاهی مشروطه درون ایران و جناب امیر اشکان که اتفاقا الان هم کسالت دارم تشکر میکنم از جناب سامی و مجموعه کوروش کبیر، ابر هلدینگ کوروش کبیر و همینطور از جناب کامران که جوانمیسیاشون معروف این جوان دانشجو ایرانی و همینطور گروه سامانه اتحاد ملی ایرانیان و تارا از حزب نافرمانی مدنی ایران که همواره از نظر اقتصادی چه داخل چه خارج ایران گروه های اپوزیسیون رو ساپورت میکنم. منم سپاسگزارم. خواهشم. باز سپاس از شما دکتر صاحب عزیز، باز سپاس از تمام عزیزانی که شما عنوان کردید به عنوان خادمین راستینی که ایستادن برای آزادی ایران و ایمان داریم خداوند مطابق فیضش عمل میکنه. شما رو به دستان پرفیض خدا میسپارم. قربان شما خدا. خداحافظ شما. هموطن عزیز، با سپاس از اینکه لطف کردید با ما بودید، لطفاً با ما باشید. مهمان عزیزی داریم از شهر، از کشور ترکیه، با برادر از اون شاهین جان هستیم. میدونیم که شرایط پناهندگان در ترکیه بسیار شرایط وخیمی هستش، نیاز به دعاهای شما عزیزان دارن و نیاز به کمک دارن به هر طریقی. ما هنوز تا به این وقت برامون مقدور نبوده که بگیم برفرض داره یک نوع سیستمی هستیم که کمک‌های مالی شما رو و ما توی موقعیت دیگه به دوستان برسیم، اما اگر عزیزانی که مایل هستن کمکی بکنم میتونم با برادر ما شاهین جان مستقیم در تماس باشم، برادری که مورد تایید ما هستش که ایشون در کنار که ایمان به خداوند دارن بسیار وفادار به ایران و ایرانیان هستن، در کنار فعالیت‌های کاری برای زندگیشون همچنین برای ایرانیان نیز فعالیت میکنن، هم برای پناهندگانی که در ترکیه هستن. پس می توانید با ما با شما تلفن 818 716 4-0 تماس بگیرید. من شما عزیزانی که میل یاری دارید برای اینکه ساپورت کنید، اسپانسر عزیزانی باشید که در ترکیه هستن و یا کمک مالی می خواهید برسونید به عزیزان، میتونید از برادرمون شاهین جان استفاده کنید. لطفا روی فیسبوک، ما امروز متاسفانه روی یوتیوب نیستیم به خاطر مشکلات فنی که الان حدود 2-3 هفته هستش که باش مواجه شدیم، اما شما میتوانید روی فیسبوک ما رو شیر کنید لطفا با دیگران. اگر مطلبی هست بنویسید، اگر موضوع دعا هست گروه دعا فعالیت خودش رو داره. به طور خاص هر سه شنبه از ساعت 6 صبح من در خدمت ایران و ایرانیان هستم که عزیزانی که تماس میگیرن، همین هفته 48 تا تلفن من فقط داشتم، هم از شبکه محبت هم از شبکه امید جاودان، عزیزانی که به ما وصل هستن از ایران و براشون دعا کردیم و گروه این رو تقسیم میکنه صبحای سه شنبه که عزیزان همه گروه دعا میکنن. اخبار خوبی هم میشنویم، خبرهای خوبی رو میشنویم. همین امروز هموطن عزیزی از ایران برای من پیامی رو به صورت کتبی فرستاده بودن که دعاهایی که شده اجابت شده. پس میبینیم که خداوند داره کار میکنه. موضوعات دعاتون رو میتونید بنویسید عزیزان تا بتونید با فیض خداوند در کنار همدیگه نام او رو جلال بدیم. فقط اون، فقط خدا هستش که شایسته هستش و وقتی که اون رو دوست داریم همدیگر دوست داریم، همدیگر دوست داریم خدا رو دوست داریم و در این مسیر میتونیم حقیقتا زندگی خوب و سالمی رو نیز پیش ببریم. بریم برمیگردیم به سلیقه آقای یاسر عزیزم نسبت به سرود و یا اگر کلیپی هستش برمیگردیم با برادر عزیزمون شاهین جان خواهیم بود. Oh,
تنها، تو باشی رفیقا یارم، واسه وقتی میترسم دست دستت بذارم، واسه وقتی که شادم بگم که شاد بازارم، یا وقتی دل شکستم سرشونت بذارم، ای خداوند، ای خداوند، به تو پناه آوردم، ناامیدم مکن، تو عادلی، پس مرا از دست دشمنانم نجات ده، برای من پناهگاهی مطمئن باش تا همه وقت به تو پناه آورم، ای صخره و قلعه من، فرمان نجات مرا صادر کن. با درود مجدد خدمت هموطنان عزیزمون، خوشحال هستیم که میتوانیم هرچند در دوران قرنطینه برنامه زنده شبکه امید جاودان رو داشته باشیم با شما عزیزان، با برنامه امید جاودان. عزیزان که روی فیسبوک هستم، لطفا ما رو شیر کنید با دوستانتون، اگر مطلبی هست سپاسگزار میشیم که این مطلبتون رو بنویسید، در وقتش با شما نیز در میون خواهیم گذاشت موضوعات رو. اگر دعایی هست در خدمت شما خوبان هستیم. با برادر از اون شاهین جان در ترکیه هستیم، سپاسگزار هستم که دعوت ما رو پذیرفتن، در این میدونم که در انتهای شب هستش، ولی این لطف رو روی شبکه امید جاودان دارم. درود میفرستم خدمت برادر عزیزم شاهین جان. منم درود میگم خدمت شما کشیش رسول عزیز، همچنین خسته نباشید میگم به شما و آقای یاسر، و همچنین درود میگم خدمت همه بیننده‌های محترم برنامه‌تون. خیلی خوشحالم که امشب هم در خدمت شما هستم. سپاسگزارم، مهر شما. ساعت چنده اونجا الان شاهین جان؟ حدوداً 9 شب. بله، خب خودشه، دیر وقت نیستش خیلی. نمیدونم شما کی میخوابید. من که خودم معمولاً 9 و 10 شب میخوابم تا صبح زود بیدار بشم، ولی نمیدونم شما فکر کنم به خاطر کارتون شاید زود بخوابید. آره، منم تقریبا زود میخوام، همون ساعتای شبیه شما، حالا یکم بالاتر بخوام. بله. خب آب و هوا چطوره؟ شرایط کرونا چطور هستش در ترکیه؟ خدا رو شکر الان از لحاظ کرونا و بیماری در واقع ترکیه فکر میکنم خوب تونسته این قضیه رو مهار کنه. خدا رو شکر. و چیزی که من میبینم توی این ایام، از همون قبل از اینکه این بیماری اصلا وارد ترکیه بشه، یک سری تمهیدات اینها در نظر گرفتن و اومدن مرزهاشون رو با کشورهای مثل ایران بستن، اجازه ندادن که ایرانی ها بیان، حالا به عنوان خطرناک‌ترین کشور هم مرز با ترکیه، و در پی اون اومدن کلاس‌های تحصیلی رو مثل اکثر کشورهای اومدن این شرایط رو فراهم کردن. اما بعد از اینکه حتی تصمیم گرفتن از اول ماه گذشته که یک سری محدودیت رو بردارن، در نهایت آخر هفته ها رو که
مردم بیشتر بیرون میرفتن برای تفریح، برای دید و بازدید، میخوانم باز هم یک سری محدودیت ها رو اعمال کردن و در نهایت فکر میکنم که یکی از کشورهایی که موفق بوده در این امر و تونسته کنترل کنه حداقل از این لحاظ ترکیه هست. خب خدا رو شکر، خوشحال هستیم اینو میشنویم، هم برای هموطنان عزیز ما اونجا و هم دیگر پناهندگان و همچنین خود مردم ترکیه. باشه که دست حفاظت خداوند بر کره زمین باشه و با فیضش هر چیز زودتر این ویروس کرونا پاک بشه. شاهین جان، یادم هست در آخرین زمانی که با هم دیگه بودیم شما بیشتر در رابطه با شرایط بد و شرایط سخت پناهندگی در ترکیه و شرایط بدی که برای پناهندگان می بوده شما صحبت کردید. سپاسگزار میشم که ببینیم الان شرایط چگونه است، آیا قوانینی تازه ایجاد شده از طرف سازمان و ادارات مهاجرت که برای پناهندگان که در اونجا هستن از جمله پناهندگان ایرانی بهتر شده باشه؟ بله، از هر چیزی که بگذاریم سخن دوست خیلی خوشتر هم نیست. خب این مورد صحبت ما هست هر جلسه جانم. بله بفهم، صحبت رو که چند جلسه هست ما داریم ادامه میدیم، متاسفانه توی یک ماه یا یک ماه و نیم اخیر در ترکیه بسیار زیاد شده رد شدن کیس های پناهندگی از طرف سازمان مهاجرت ترکیه هست. بله. خب خیلی شدت گرفته، به نوعی که من اینطور به شما بگم آمار مشخصی وجود نداره، اما آماری که من به دلیل ارتباطی با پناهنده ها توی حداقل شهری که زندگی میکنم و شهرهایی که باهاشون در ارتباط هستم دارم، حاکی از اینه که درصد بالایی از پناهنده ها رو بدون در نظر گرفتن کیس، یعنی چه مذهبی ها، چه سیاسی ها، چه اجتماعی ها، هیچ تفاوتی براشون نداره. درست. همه رو دارن جواب منفی بهشون میدن و اونها رو کیس هاشون رو رد میدن. حالا نه. این رد شدن کیس ها خب چه تبعاتی داره؟ این خیلی مهمه. اول از همه ناراحت کننده ترین اتفاقی که میفته اینه که اون کارت شناسایی پناهنده ها بعد از این جواب منفی فعلا هیچ اعتباری دیگه نداره، فقط به عنوان یک کارت شناسایی، یعنی ایشون تحت در واقع حمایت حالا سازمان ملل یا اداره مهاجرت هست، اما دیگه نمیتونن از شهرشون خارج بشن، نمیتونن بچه هاشون رو در مدرسه مقطع بالاتر ثبت نام کنن، نمیتونن خانه هاشون رو عوض کنن، نمیتونن از بیمه یا اجازه در واقع کار اگر یک درصد داشته باشن نمیتونن استفاده کنن. و شما ببینید چه دایره بزرگی داره این اتفاق میفته و چه مشکلات رو داره برای پناهنده ها بود. در کنار این قضیه این مشکلاتی هست که برای پناهنده فقط با گرفتن اون جواب منفی وجود میاد و با گرفتن اون برگه، اما در پی اون خیلی اتفاقات عجیب تری افتاد توی این مدت. اون تایمی که خب اداره ها اینجا تعطیل بودن، وکیل نبود، در واقع اون دادگاه اینجا تعطیل بود، نمیشد اعتراضی رفت جا انجام داد و تایمی که داده بودن به این تایم نمیخورد، در نهایت این اتفاق افتاد که خیلی از پناهنده ها مجبور شدن با قرض کردن، با اگر پس اندازی داشتن قرض کردن برن و وکیل های شخصی بگیرن و این وکیل ها خوب هزینه های گزافی رو میگرفتن. اما الان که این پروسه راه افتاده، از تقریبا دو سه روز گذشته باز شده اداره جا و به طور خاص دادگاه که رسیدگی میکنه به این پرونده ها، خیلی سنگ های عجیبی جلوی پای پناهنده ها میدازن، یعنی شما باید برید یک سری مراحل بسیار سخت رو طی کنید، باید برید نامه های خاصی رو امضا کنید، برای اون اجازه که وکیل دادن خودش هزینه های زیادی هست. مسلم. جالبه، من اینو میدونستم از قبل، ولی برای این پروسه هم در نظر گرفتن که شما وقتی به در واقع اون وکیل مراجعه میکنید برای اینکه ایشون بتونه وکیل شما بشه و وکالت شما رو به عهده بگیره، خب یه کاغذی هست که باید مطالعه کنید و امضا کنید. و پناهنده هایی که حداقل دو سه سال یا بیشتر اینجا هستن در اون حد ترکی رو متوجه میشن که امضا کنند و صحبت کنند، اما این یک منبع درآمدی شده که میگن نه، شما باید حتما یک مترجم قانونی بیارین و خیلی خنده داره که اون مترجم اکثر موارد خودش کپش هست و اصلا ایرانی نیست. و حالا مثلا در کل 10 تا 20 کلمه فارسی ایشون بلده و ایشون شده مترجم فارسی که باید اینا تایید کنن و یک هزینه حالا 200 لیری 300 لیری باید به ایشون بدن که اون 200 300 لیر
تقریبا حقوق 4-5 روز تا یک هفته یک پناهنده است اینجا، فقط ایشون بیاد بغل دست اون پناهنده وایسه برای امضا دادن اون اوراق. و این شرایط این رو داره نشون میده و این پیام رو داره به حداقل من میرسونه که دولت ترکیه یک عزم راسخی داره برای اینکه پناهنده ها رو یک سازماندهی نه در ترکیه بلکه برای فرستادنشون به بیرون از این کشور انجام و نهایت اون به قول معروف چلوندن اون آب آخر این پناهنده ها هم این هست که این شکایت ها رو اون پناهنده که راهی به جایی نداره مجبور بره انجام بده و این هزینه ها رو این پول رو دوباره تزریق کنه به داخل خود این ادارجاتی که سیستمشون از خود دولت پرده. و در کل فکر میکنم که این اتفاق متاسفانه پایان خیلی خوشی نخواهد داشت و منتظریم ببینیم توی چند هفته آتی چه اتفاقی برای اعتراض های پناهنده ها میفته. به فیض خداوند، دعای ما با شما هستش. همونگونه که قبلا عرض کردم، هر کمک هم از دست ما برات کوتاهی نخواهیم کرد. اتفاقا از عزیزان همیشه خواستیم اگر کسی مایل هست کمک مالی کنه، اگر کسی مایل هستش پیشنهادی بده و هر نوع کمک دیگه، حتی صحبتی که جلسه قبل داشتیم اینکه شاید عزیزانی هستن نیازمند به اسپانسر باشن در ترکیه، از طرف سم از کانادا، آمریکا، اروپا، بتونن با شما تماس بگیرن و شما این کمک رو با عزیزان بکنید. اما میخوام ببینم آیا در کنار تمام این اعتراضات پناهندگان فکر کردن که خودشون تشکیلاتی رو ایجاد کنن مانند یک اتحادیه که بتونن این رو علم کنن بیشتر از این که بخوان از سازمان‌های دیگه کمک کنن، چرا که خب سازمان‌های دیگه مسلماً باز برخورد میکنن به قوانینی که توی ترکیه هست. آیا فکر میکنید خود شما پناهندگان امکان پذیر هستش که بتونید یک اتحادیه‌ای رو ایجاد کنید بر علیه این قوانین که الان بر علیه شما پناهنده‌ها شده که کم هم نیستید؟ بله، خب این یک تفکری است که سال‌ها، حداقل این چند سالی که من اینجا هستم و رو از نزدیک دیدم، وجود داشته بین پناهنده‌ها و با پیشرفت تکنولوژی خوب بهتر شده. وجود این شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر، خب بارها کمپین‌های ایجاد شده. نزدیکترینش این کمپینی بود که توی بخش گذشته برنامه‌تون هم من داشتم نگاه کردم، این سه تا عزیزی که اومدن توی ترکیه و اینها رو برگشت دادن به ایران و متاسفانه چقدر اتفاق تلخی بود و الان محکوم به اعدام هستن. متاسف. در مورد اینها اعتراضی بود و کمپین ایجاد شد. اما یک پرانتز این وسط من باز میکنم و متاسفانه باید این رو بگم که ما ایرانی ها حداقل در مورد خودمون من این رو بگم که عدم اتحاد بین ما ایرانی ها امروز ما رو به این نقطه رسوند. متاسف. و اگر حتی در ایران این اتفاقات هست، اگر ما امروز اینجا هستیم، شما، من و امثال ما، و با این مشکلات سخت درگیر هستیم، همه اینها به دلیل نداشتن اتحاد هست. یه بخش گذشته در مورد معیشت داشتیم صحبت کردیم، بسیار ناراحت کننده بود صحبت های اون عزیزی که اول برنامه بود و صحبت های دوست. بله. اما میخوام بگم ما در کشوری هستیم که پول ندارن مردم گوشت بخورن، پول ندارن که خیلی در دازه تغذیه خوب خیلی در فشار هستن و هستن و من این کنم و لمس کردم و بیتونم به طور کامل. اما همون کشور ما جایی هستیم که وقتی 250,000 تا خودروی ثبت نامه میذارن شما به ساعت نمیشه و این ها بله. و وقتی که صحبت میکنیم، وقتی تحقیق میکنیم، خیلی جا خیلی برای من جالبه که یک زمانی من فکر میکردم اون سلاطین خودرو یا سلاطین سکه به قول خودشون که میگفتن اینها هستن که این ماشین ها رو خریداری میکنن، اما نه متاسفانه خود ما مردم هستیم که این اتفاق ها رو رقم میزنیم به دلیل بیشتر. البته اونم از بنیانش به خاطر وجود این سیستم غلط هست. اما میخوام بگم این عدم اتحاد در همین ترکیه، در همین شرایط پناهندگی هم وجود داره. وقتی که در اصطلاح طوفان توییتری میخواد انجام بشه، مثلا به شخص پرزیدنت ترامپ یا به شخص اون رئیس سازمان ملل یا هر شخص دیگه ای، این همه ما میایم این رو اطلاع رسانی میکنیم توی شبکه‌های اجتماعی، اما متاسفانه آخرش میبینیم نهایتا الان این آخرین اتفاقی که افتاد برای این سه تا عزیز 2,000 تا ریتوییت شده بود
توی توییتر درست کردن و عزیزان گذاشتن و خب این بسیار کم هست. یعنی اینجوری برای شما بگم اون پناهنده هایی که از اینجا رفتن و الان در یک شرایط ثبات قرار دارن که به کل فراموش کردن شرایط اینجا رو، به کل همه دوستانشون رو فراموش کردن، متاسفم به کل یادشون رفته که اینجا چه سختی هایی هست و همین عدم اعتماد فقط بین ما پناهنده های اینجا نیست، ما که درگیر خیلی مسائل هستیم اما همین جا هم وجود داره. من بیشتر اون خطابم به عزیزانی هست که سالهای سال پناهنده ها اومدن اینجا رفتن و الان من شخصا از بین خب هزار تا پناهنده چند سال دیدم به فرض مثال که رفتن شاید خب 5 نفرشون نهایتا 10 نفرشون هستن که ابراز همدردی میکنن، ابراز تمایل میکنن که هر کمکی از دستمون بر بیاد انجام بدیم، اما اون تعداد بالایشون رفتن به زندگیشون و درگیر همه چیز هستن به جز دغدغه های انسانی و اون اشخاصی که میدونن در بیشتر بگیرن. بله خیلی متاسفم واقعا این موضوع رو ما میشنیم. میدونیم که به هر حال انسان ها با هم متفاوت هستن، میدونیم طرز تفکرها سلیقه ها متفاوت هست، اما حس انسانیت نباید عوض بشه. حس انسانیت ما که همه انسان ها به شباهت خدا مطابق کلام خدا آفریده شده و انسان انسان مقدسی هست و همه محبت رو دوست دارن، همه زیبایی رو دوست دارن، همه دوست دارن که ببینن یک نفر خوشحال شده. پس بنابراین اگر چنین احساسی هست چرا باید دریغ کنیم از عزیزانی که روزگاری ما مانند اونها بودیم؟ هموطن عزیزم، خواهشم این هستش، من ایمان دارم که خداوند مطابق فیضش تمام عزیزانی که در ترکیه هستن شرایط سخت پناهندگی رو دارن و عزیزانی که بلا تکلیف هستن الان در دنیا به عنوان پناهنده، خداوند اینها رو عبور میده و تحت پوشش شرایطی به فیض خداوند ساکن میشن در یک سرزمینی یا در اون سرزمینی که هستن اقامت میگیرن. اما از یاد نبرید، به خوبی میدانید که شما شاهین عزیزم در کتاب مقدس مدام در عهد عتیق، در کتاب خروج، در کتاب تثنیه، در کتاب اعداد، حتی خداوند به قوم اسرائیل میگه فراموش نکنید که چه کارهایی برای شما انجام دادم و این رو به دیگران بیاموزید. اما همونطور که میفرمایید متاسفم که نمیدونم اینو بذاریم به حساب بازم نظام اسلامی، که نظام اسلامی از نظر موقعیت فرهنگی ملت عزیز ما که همه نیستن، البته خوشبختانه قشری هستن که این مسئولیت پذیری رو از روی دوش خودشون برداشتن و بیشتر خودبین شدن، خودشیفته شدن، که وقتی که از روی یک پل میگذرن پل رو هم خرابش میکنن، حتی شاید پل بعدی برادرش باشه. من خودم تجربه ای دارم که افرادی بودن اومدن کلیسا اقامت گرفتن دیگه نیومدن، با توجه به اینکه ما حقیقتا تعالیمی که دادیم تعالیمی بوده مطابق کلام خدا، با دلسوزی تعلیم دادیم، هدف ما نجات ایرانی ها بودن، همه نه البته، همه نه، اما افرادی بودن که این گونه بودن. وقتی رفتن بعضی مدت تماس گرفتم، بعد رسول برادر منم داره میاد، من سوالم این بوده اونم مثل شما داره میاد که بره یا میخواد بیاد بمونه؟ هرچند خودم رو تو اون جایگاه قرار نمیدم برای داوری و جاج کردن کسی، اما این سوال من هست واقعا. امروز هم اگر من به عنوان یک انسان، یک ایرانی، یک چنین سوالی برای من ایجاد میشه که آیا واقعا هموطنان ما در همون راستی که سخن میگن راستی عمل میکنن، مسلم بدونیم که سازمان ها و ادارات مهاجرت این سوال رو دارن، کشورهای پناهنده این سوال رو دارن که به راحتی شاهین جان عزیزانی که به کشورهای پناهنده مانند اروپا مراجعه کردن، مانند آمریکا، کانادا، استرالیا مراجعه کردن، بعد از یه مدتی که اقامتشون رو گرفتن اینها سوگند خوردن، قسم خوردن، قسمای کشورهای مسیحی مثل کشورهای اسلامی نیستش که مصلحتی باشه، چون ما در مسیحیت مصلحت نداریم، در کشورهای کمونیستی و اسلامی مصلحت داریم، در مسیحیت ما صداقت در راستیه. سوگند خوردن که اگر برگردیم ایران ما رو اعدام میکنن، ما رو میکشن، حتی شاهدم بردن، که شاهدام گفتن بله، حالا شاهد شاید نمیدونسته، اما متاسفانه بعد از اقامتشون، بعد از اینکه خیالشون راحت شده، مدام دیگه رفتن کاری به سیاست رو دیگه بد میدونستن، کلیسا اومدن رو بد میدونستن، محافظت کاری کردن، مسیح رو انکار کردن و دو دستی چسبیدن به این دنیایی که همیشه نیست، موقتیه.
این به هر حال باید اختیاری باشه برای هموطن عزیزم که اقامت گرفتی، پناهندگیت مورد قبول قرار گرفته. پیام یک پناهنده که شاهین عزیزم هست رو بشنم که سالهاست ایشون الان در ترکیه هست و مانند ایشون بسیار هستن که در سختی و در مشکلات هستن. خواهشم این هست، دعا کنید و در کنار دعا همت کنید، هر کاری که میتونید بکنید. میتونید تماس بگیرید، من مستقیم شما رو بعدم شاهین بس خواهم کرد که کمک های شما چه از نظر پیشنهادی طرز فکرتون هست، چه موقعیت های دیگه بتونه مؤثر باشه برای دیگر پناهندگان و مبادا ما جزو کسایی باشیم که فقط اومدیم پلو خراب کردیم برای دیگران. حالا امروز دلمونم برای ایران بسوزه. اگر امروز شما نتوانی به یک پناهنده کمک کنی، مسلماً بدون خیلی سخت میتونی به ایرانی ها که در ایران هستن کمک کنی. سپاسگزار هستم شاهین جان، حتما دعای ما هست. بیا لحظه‌ای با هم دعا کنیم و بعد اگر شما نیز شعری دارید خوشحال میشیم شعر شما رو هم بشنویم مثل همیشه. اما هموطنان خواهش میکنم با دعای من متحد بشید. بیاییم با هم دیگه دعا کنیم، از خداوند بخوایم که خدا راهی رو باز کنه. باشه که در هفته های آینده که شاهین عزیز رو ملاقات میکنیم خبرهای خوش بشنویم که تغییرات بسیار خوبی شده. من ایمان دارم خدا قادر هست. هرچند انسان ها وفاشون همیشگی نیست، بیوفایی میکنن، اما خدای ما وفاداره. حتی کلام خداوند اعلام میکنه در نامه تیموتائوس که اگر شما مرا رد کنید، فراموش کنید، من وفادار هستم. پدر آسمانی، خدای قدوس، تو رو شکر میکنم برای محبت عظیمت. پدر جان، ما ایمان داریم تو انسانی رو که آفریدی بر اصل یک هدف مقدس آفریدی. هدف تو ای خدا در اتوبان محبت هست. هدف تو ای خدای قدوس در مسیر حکمت هست ای خداوند. در معیار عدالت تو هست که بی‌نظیره ای خداوند، و تحت پوشش رحمت و فیض تو پیش میره. پس خواهش میکنم مطابق فیضت به دعای من و شاهین عزیزم و دیگر بینندگان خداوند که برای پناهندگان داریم، تو ای خدا گوش کنی. چه پناهندگانی که در ترکیه هستم و هر کجای جهان هستم ای خداوند، تحت پوشش هر نوع خدا تفکری هستن ای خداوند، تو آنها را با فیضت ملاقات کن، آرامش و تسلی بده و تو باشی که قانون ای خدای قدوس اداره و سازمان های مهاجرت را، پناهندگی را ای خداوند، مطابق فیضت ای خداوند به یک قانون نیکویی تبدیل کنی که عزیزان هرچه سریعتر بتوانند در اون سرزمینی که دوست دارن زندگی کنن و دست حفاظت تو با اونها باشه. خواهش میکنم خداوند دولت ترکیه رو متقاعد کن، به طور خاص سازمان هایی که اونجا پیگیری پناهندگان رو میکنن که با دلسوزی خداوند قانونی رو ایجاد کنن که این قانون دلیلی بشه برای اینکه پناهندگان از این بلا تکلیفی رهایی پیدا کنن. ما ایمان داریم که تو با فیض عمل میکنی و از تو میخوایم در نام عیسی مسیح سرزمین عزیز ما ایران رو خداوند از اسارت دروغ، خرافه، مذهب دروغین اسلام و نظام اسلامی تو رهایی بدی در نام عیسی مسیح. آمین. آمین که با ایمان دریافت کنیم و ایمان داریم در نام مسیح دعا قدرتی عظیم داره. بشنویم شاهین جان از شما اگر مطلبی هست و یا یکی از اشعارتون رو. بله حتما خوشحال میشم. شعری رو میخوام براتون بخونم با عنوان شما. این عنوان زمانی که من این رو مینوشتم در واقع شخص خداوند هست. آمین. عنوان شما در این شعر یاد کردم. بفرمایید. دیربازیست که در سر همه افکار شماست. شک ندارم دل و دین هر دو گرفتار شماست. دیدم باز شود صبح سحر از سر شوق، چون امیدش همه بر دیدن رخسار شماست. ساکت و منتظرم تا که صدایت شنوم. آمین. هر چه خواهی تو بگو، گوش بده کار شما. در جهانی که تویی با تو به هر سو بروم، دل من خانگه و نقطه پرگار شما. سر من را به طبق تحفه ناچیز بدان، دیگر این سر ز منش نیست که بردار شما. گر که عالم بشود لشکر دشمن،
من امان کهن سرباز جان بر کف پیکار شما. آمین. جمع دارایی دنیا و مقام و رخ و رخت نشود مثل شما هر که بدل کار شما. آمین. خواهش جان من آن نیست شفایی طلبد، خواهش جان من آن نیست شفایی طلبد، این شفا نیست که دل عاشق و بیمار شماست. واو واو هللویا. آمین آمین. بسیار عالی. واو خیلی عالی. خدا برکت بده. میدونم که روح مقدس که در قلب شما هست عمل میکنه، دلیل این شعرهای زیبا میشه و ایمان دارم که این عشق ورزی است بین انسان و خدا که روح خدا روح القدس انجام ده. و چقدر زیباست که هموطنان عزیز این گونه به حضور خدا بریم با دلی صاف، با صداقت، با عشق، با محبت. و اگرم موضوعاتی است که باعث خستگی، نگرانی، تلخی ما شده، همون موقع به خداوند تسلیمش کنیم و خداوند قوتی به ما خواهد داد که همچون بتونیم برادرمون شاهین عزیز برای خداوند اشعار زیبا بسرایم. سپاسگزار هستم از خداوند. میخوام که خداوند مطابق فیضش شما رو برکت بده و با فیض خداوند اخبار خوش رو از شما بشنویم نسبت به خودتون و پناهندگان در ترکیه. اگر مطلبی نیست شما رو به دستان مسیح میسپارم. نه خیلی ممنونم. تشکر میکنم از شما بابت وقتی که قرار دادین در اختیار من خیلی. و شما رو به دستان خداوند. فیض مسیح باشه، فیض خداوند باشه. سپاسگزار هستم از همه شما عزیزان که روی فیسبوک با ما بودید و هستید و همچنین عزیزانی که روی شبکه امید جاودان هستید. خواهش می‌کنم بازم برنامه ما رو شیر کنید. حتما در انتهای برنامه هستیم. خواهش می‌کنم دست یاری به ما بدید. لطفا دست یاری بدید. سازمان ونگارد پیس میکرز مستقل عمل می‌کنه. دست یاری که به او شده گذشته از اینکه از اول از طرف خدا هستش، اعضای کلیسا، خادمین کلیسا هستش که کمک مالی میکنن، خدماتی انجام میدن و همچنین بینندگانی که این نظر لطف دارید. ولی خواهش میکنم نسبت به موقعیت شبکه عمده جاودان آستینا رو بیشتر بالا بزنید و دست یاری بدید. اگر امکانات و شرایطی براتون امکان پذیر هست نسبت به این خدمت، قبلا هم عرض کردم شاید مکانی رو شما دارید ازش استفاده نمی کنید و در نزدیکی ما هستش، ما میتونیم به عنوان یک آفیس یا استدیو ازش استفاده کنیم. سپاسگزار میشم که با من تماس بگیرید با شما تلفن 818-716-4-0 و بگید اگر تخصصی دارید در این رابطه که میتونید قسمتی از این خدمت رو به عهده بگیرید. با سپاسگزار میشم. بگید اگر لوازمی دارید، به هر حال میدونیم توی یک استدیو استفاده میشه، کامپیوتری هستش، امکان پذیر هستش و سالم میشه، لطفا دست یاری رو بدید. علتش این هستش که این همکاری وقتی ایجاد میشه کمک خواهد کرد که درش برکت خاصی باشه و این یکدلی و این همکاری رو خدا از ما انتظار داره. درسته که خداوند در هر موقعیت خدمتی مانند کلیسا مینیستری اول از یک نفر شروع میکنه، اما با یک نفر تموم نمیکنه. خدا اون یک نفر رو میذاره تا در اصل اعلام رویای خدا رو بکنه تا دیگران به او بپیوندن و در یک مجموعه بزرگ روحانی کاری رو که خدا در نظر داره انجام بشه. پس من نیز شما عزیزان رو تشویق میکنم مشروط بر این که مایل هستید و میتوانید دست یاری به ما بدید. اگر مایل هستید کمک های مالی تو رو با بدید، میتونید به آدرس که پایین صفحه تلویزیون مشاهده میفرمایید 7475 فالبروک اونیو وست هیلز و زیپ کدمونم هستش 91307، چک های خودتون رو به نام PWOC بفرستید و برای انتهای سال مشروط به اینکه مایل باشید نامه های تکس رو برای شما عزیزان خواهیم فرستاد. با سپاس از آقای یاسر عزیزم که لطف کردن در این دوران قرنطینه با ما هستن. سپاس از همه شما عزیزان. یک شنبه این هفته که مصادف است با عشای ربانی در خدمت شما خوبان ساعت 1 بعد از ظهر خواهیم بود. خوشحال میشیم که با ما باشید.
فقط عشق میتونه نجاتم بده، اونم عشقی که از تو قلبمه، دارم عاشقونه صدات میزنم، نجاتم بده از تو اینم همه. دعا میکنم با دو دست حقیر، دلم لک زده واسه آغوش تو، چه بارون تندی تو چشم منه، چه احساس خوبی دارم پیش تو، چه احساس خوبی دارم پیش تو. دلم دست به دعاته، چشم همش براته، خدا به